با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز تلویزیون گوناگون، جلسه دیگه رو همراهتون هستیم که با کمک تلویزیون گوناگون میخوایم این رو بهتون ارائه بدیم. خیلی خیلی متشکریم از همراهیتون و پیام های زیبایی که برای ما فرستادید و حمایتتون. تمام تلاش ما این هست که این دانش مالیمون رو ببریم بالا که در این جهت میتونه کمک بسیاری برای در حال و آینده شما و خانوادتون باشه. این جلسه در واقع یه جلسه اختصاصی هست، چون بعد از این سه جلسه گذشته که بحث مالیات رو داشتیم که شامل کارمندان و کارکنان و بعد برای کسانی که صاحب ملک اجاره ای هستن و همچنین برای کسانی که صاحب مشاغل و بیزنس هستن، در این سه بخش متفاوت سوالات بسیاری رو برای ما شما فرستادید که خیلی خوشحالیم که این باعث شد این جلسات که شما به فکر بیفتید و اطلاعاتتون رو بخواید کامل کنین. و به همین جهت خیلی متشکرم از تلویزیون گوناگون که از ما درخواست کردن که این جلسه رو فقط مختص بذاریم که جواب سوالات رو اینجا حضوراً برای همه بدیم. ما این سوالا رو اینجا همه لیست کردیم و بر اساس سوالاتی که خیلی به نظر می اومد بیشتر تکرار شده اونها رو میگیم تک تک رو جواب میدیم. مجدداً سوالات بسیار زیاد بود، متاسفانه خارج از وقت ما هست که بخوایم همه رو بگیم. مطمئن باشین سوالات شما رو بی جواب نمیذاریم. دوستانی که برای ما ایمیل فرستادن حتما جواب سوالات رو تا حالا دریافت کردید، ولی اگر ما اون سوال رو اینجا مطرح میکنیم، چون شاید فقط یه چند نفر اون رو پرسیده بودن، بس که داشت که چقدر در واقع تعداد درخواست کنندگان در اون زمینه سوال زیاد هست، ما خواستیم همون موضوع رو باز کنیم که مشخصه که بیشتر ایجاد سوال کرده. اولین مورد که باید این رو مجددا بگیم که تمام سوالایی رو که اینجا جواب میدیم، این دیسکلیمر رو همراهش هست که اینها ادوایس نیست، ما به صورت کلی جواب این سوالات رو داریم میدیم و بنا به شرایط فردی خودتون شما با حتما با متخصص صحبت کنید که هیچ گونه شک و شبهه‌ای نمونه و بتونید به صورت کاملا قانونی اظهارنامه مالیاتیتون رو پر کنید. اولین مورد این هست که این شما هستید که در نهایت دارید تکس ریترنتون رو امضا میکنید. یکی از دوستان تماس گرفته بودن و گفتن که حسابدارشون این اشتباه رو انجام داده و نوشته دو تا فرزند برای اینها، ولی در صورت که اینها فقط یک فرزند دارن و اداره مالیات باشون تماس گرفته و اینها رو جریمه کرده. متاسفانه بله، این شما هستید که باید در نهایت اون تکس ریترن رو بخونید، چون مسلما حسابدار قبل از اینکه بخواد لاچ کنه یا حتی وقتی هم لاچ کرده به فرستاده پرونده شما رو به اداره مالیات، اون هم یک انسانن و هر کسی جایز الخطا است. به همین جهت شما نمیتونید اینجا چیز رو ثابت کنین که آیا شما بهشون گفتین دو تا فرزند دارین یا اون حسابدار اشتباه کرده. به این جهت ولی این وظیفه شماست که اون فرمی رو که ایشون فرستادن، چون مسلما شما یک کپیشو دارید، شما باید اون رو مطالعه کنید و ببینید کجاش اشتباه شده. این خیلی مهم هست. و همچنین نوع شغلتون رو وقتی می نویسین توی تکس ریترنتون بدونید. مثلا به صورت مثال شما در حال حاضر دانشجو هستید، دارین درس می خونید که پزشک بشید، ولی در حین کار دارین توی پیتزا فروشی کار میکنین. مسلما یه سری هزینه های مثل پترول و اینا که برای کار دلیوری دارین انجام میدین رو میتونین توی تکستون کلیم کنین. و مسلما توی اون فرم تکس یه سوال هست که میپرسه شما نوع شغلتون چی هست و خب اونجا باید بنویسین چی هست. ولی اگه همین رو فست فوروارد کنیم، یه سال بعد شما دیگه این کار رو ندارین و حواستون نبوده که بیان نوع شغل رو عوض کنید، متاسفانه نمیتونید یه سری هزینه ها رو اون موقع کلیم کنید. به همین جهت باید اون هزینه ها در واقع مچ باشه، یکسان باشه با نوع شغلی رو که اونجا کلیم کردید دارید و یا در واقع ادعا میکنید که این شغل شماست. این رو در نظر داشته باشید که سوال بعدی ما این بود که هزینه تحصیل رو آیا مثلا میتونیم کلیم کنید؟ یکی از دوستان نوشته بودن که هر جا که میرن برای مصاحبه کار بهشون میگن که با حتما انگلیسیشون بسیار عالی باشه و به همین جهت ایشون دارن میرن کلی کلاس خصوصی و بابت اینکه زبانشون بهتر بشه دارن هزینه میکنن. آیا میتونن توی تکس کلیم کنن یا نه؟
متاسفانه نه. اینکه ما اسکیلمون به حدی برسه که قابل در واقع استخدام باشیم، اون در واقع هزینه خودمون و وظیفه خودمون هست و متاسفانه هیچ جوره نمیتونیم کلیمش کنیم. و حتی اینکه شما مثلا بخواین که هزینه سفرتون به یه شهر دیگه، مثلا شما برای اینترویو درخواست کردید برای کار ولی این محل کار شهر دیگه هست، به شما زنگ میزنن میگن که فلان روز بیان برای یه مصاحبه، و شما حتی بهشون میگین من توی یه شهر دیگه زندگی میکنم، میگن اگر دوست داری میخوای تو این شهر موف کنی شما میتونی بیای برای مصاحبه که ببینیم چطوره هست. متاسفانه شما نمیتونید هزینه سفرتون رو توی تکس کلیم کنید، چون یه اصطلاحی در بحث مالیات داریم که این اتفاق at the time point too soon اتفاق افتاده، یعنی خیلی زودتر از این که درآمد داشته باشین از همون کار شما میخواین هزینه رو زودتر از موعدش کلیم کنید و این نشدنیه. یه مثال دیگه اینه که مثلا شما الان توی کار هستید، دارید کار میکنین توی مهد کودک یا جایی، و به شما گفتن که اگر میخواین برین توی مدرسه کار کنین یا جای دیگه ای، شما باید حتما یه پلیس ریکورد چک بگیرید. هرچند پلیس ریکورد چک اصولا مجانی هست، ولی لایسنس خاصی رو که باید بگیرید و یه سری کارهای دیگه، یه چیزی حدود $100 هزینه شما میشه. شما نمیتونید این رو کلیم کنید، چون برای این هست که میخوان کار بعدی رو در واقع اپلای کنیم مجبور بودین این رو فرم رو پر کنید و این هزینه رو بپردازید. حتی همچنان گفتم شما الان دارین یه جا کار میکنین، کارتون هم در واقع با افراد کم سن و سال، فرزندان در تماس هست، شما اوردی میبایستی همچیزی رو داشته باشید، ولی الان کارتون تموم شده و دارین درخواست میکنین برای یه کار دیگه، چون تو این بازه زمانی شما حقوقی نداشتید و باید حتما این هزینه رو میکردین که بتونید کار بعدی رو بگیرید، شما نمیتونید این هزینه رو کلیم کنید. سوال بعد این هست که باید این هزینه باید حتما در رابطه با اون نوع شغل باشه. به صورت مثال شما اومدین فرض کنید دارید کار میکنید، حالا تو همون مدرسه دارید کار میکنید و توی مدرسه شما باید بعض وقتا با عنوان مسئوله که بخوام بچه ها رو ببرن اکسکرژن یا اردو، شما ممکن لازم باشه که رانندگی کنید و یا کیس امرجنسی بتونین اون ماشین یا تراکی که کوچیک هست رو رانندگی کنید. فرض کنیم شما اصلا گواهی نامه ندارید. اگه شما دارین میرین که در واقع گواهینامه بگیرید که بتونید جاست این کیس این مورد رو داشته باشین، مجددا شما نمیتونید اینو کلیمش کنید. ولی اگر گواهینامه دارید و شما تو این فکر هستین خب میرم گواهینامه پایه یک هم میگیرم که اگه وقت لازم شد اون رو استفاده کنم، اون رو باز هم شما نمیتونید کلیم کنین، چون مرتبط با نوع کارتون نیست. ولی اگه دارین توی یه کارخونه کار میکنین و شما میرین به عنوان فورکلیف درایور میخواین، میگین که احتمال این داره بتونم این کار انجام بدم، و همزمان که دارین اونجا کار میکنید برید آپگرید کنید خودتون رو و اون لایسنس رو بگیرید، بله شما اینو میتونید کلیم کنید. به همین جهت بنا به شرایطتون، بستگی به فرد، پس شما میتونید چیزی رو کلیم کنید و یا نمیتونید. به همین جهت لطفاً فقط بسنده نکنید به اون چیزی که دوستانتون گفتن که سالها فلان چیز رو دارن کلیم میکنن و هیچ مشکلی پیش نیومده، چون همونطوری که اولین بار گفتیم به قول اصطلاح خودمون دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. ممکنه یه نفر 10 سال چیز رو کلیم کرده و هنوز زیر رادار اداره مالیات نرفته باشه، ولی همین که شما کلیم کنین این ممکنه این رادار در واقع فعال بشه. پس این که برای دیگران موردی نداشته دلیل موجه نیست که شما هم میتونین این رو کلیم کنید. سوال بعد این هست که کلا بحث هابی چی پیش میاد که یه نفر برای تفریحی داره یه کاری رو انجام میده، خب حالا یه پولم در آورده، آیا باید این رو اعلام بکنه یا نه، و یا اینکه باید مبلغ چقدر درآمد باشه تا بخواد اعلام بکنه. قانون اداره مالیات اینو میگه که ربطی به نوع درآمد، مقدار درآمد نداره. مثلا شما ممکنه یه نقاشی بکشین و این رو یه نفر ازتون حاضر بشه $5,000 هم بخره، حتما پس نقاشی خیلی خوبی هستید، ولی این دلیل بر نیست که چون 5000 تا درآمد داشتین از اون نقاشی شما مجبورین پس باید بیزینس بزنین و ریجستر کنین و این رو اعلام بکنید. ولی
اگر که شما میان کیک درست میکنید و این کیک رو عکس میگیرین تو اینستاگرام میذارین، تبلیغ میکنین، حتی اگه هفته هم 100 دلار درآمد داشته باشین ازش، چون پرپز اصلی این بوده که درآمدزا باشه، پس شما باید این رو به عنوان یه بیزینس حسابش کنین. اون موقع این هابی نیست. به همین جهت نکته خیلی باریکیه بین هابی و بیزینس. خیلی ها به قصد بیزینس یه رو شروع میکنن ولی متاسفانه هیچ گونه درآمدی توش نیست، پس عملا اون بیزینس هست. ولی اگر که شما دارین کتاب مینویسین، اصلا قصد این نداشتین که نویسنده باشید، ولی یه کتاب نوشتین، خاطراتتون رو نوشتین و یه نفر بهتون گفته اینا چقدر جالبه، میتونه خیلی کمک کنه به کسای دیگه و اون کتاب مشهور میشه، شما پول خوبی دستتون میاد، تکنیکلی شما با اینکه یه نویسنده محسوب میشین ولی لازم نیست به عنوان یه بیزینس اون رو رجستر کنید و یا حتی اعلام کنید که اینقدر درآمد داشتین. همینجور اگر شما جزو افراد خوششانسی هستین که لاتری خریدید و بردید، هرچند کاملا مخالف اون هستیم چون فقط بحث احتمالات و قوانین ریاضی هست اونجا، حالا به فرض شما این رو بردید، شما عملا لازم نیست اینو حتی اعلام بکنید. همین جهت هر بردی که داشتین رو لزومی نداره در واقع توی اظهارنامه‌تون بنویسید. ولی اگر اومدین شما گفتین که خب من هر سال میام 100 دلار 200 دلار هر مبلغی که هست میام بلیت بخت آزمایی بخرم که شاید ببرم، شما نمیتونین این هزینه رو هم کلیم کنید، چون کلا این نیچر این بحث جای این رو نداره که شما بخواین به عنوان اینکام حسابش کنید. سوال بعدی این بود که کسانی که خونه دارن و خونه خودشونه ولی همشون نمیخوان اجاره بدن، یه اتاق رو میخوان اجاره بدن، اونها چی میشه؟ بحث اون ملک اجاره‌ای رو که داشتیم. ببینید شما وقتی که مثلا یک اتاقتون رو دارین اجاره میدین و یه درآمدی دارین، تکنیکلی به عنوان یه درآمد بله باید اعلام بشه، ولی چون اگر شما نمیان بخواین کلیم کنین که پس من بابت این دارم اینقدر بهره دادم، هزینه هاش اینقدر هست، پس یعنی اون درآمد خود به خود آفست میکنه، یعنی از بین میبره اون هزینه ها رو. اصطلاحا نمیتونیم هم خدا رو داشته باشیم هم خورما، نمیتونیم بگیم که من هزینه هاش کلیم میکنم ولی درآمد رو نه، اصلا با هم جور در نمیاد. یعنی تا درآمد نباشه نمیتونین چیز رو کلیم کنید. این نکته خیلی خیلی مهمه. برای همینم حتی تو بحث‌های دیگه شما فرض کنین اگر توی پیسلی بتون شما چیزی به اسم مثلا الوانس دارین، میل الوانس دارین یا کار الوانس دارین، اگه این الوانس رو محل کار به شما داره میده، این دلیل برای نمیشه که پس شما میتونین هزینه مثلا ماشینتون یا هزینه غذاتون رو پس کلیم کنین. اون با حتما خرج شده باشه برای همون زمان، برای این پرپس که بتونه قابل کلیم باشه. به همین جهت بعضی ها که تو محل کار میان اینجوری بهشون پول اضافه تر میدن، ممکنه به نفع محل کار باشه این، ولی ممکنه برای شما در نهایت شما تکس بیشتری میپرزین، چون اون مبلغ پول بهتون رسیده بدونی که ازش تکس کم بشه به عنوان الوانس، ولی از اون ورم شما به اندازه کافی جزئیاتی رو ندارین که بخواین کلیم کنید، پس در واقع تکس بیشتری از آخر سال میدید. نکته بعد و سوال بعد این بود که حالا برای اون ملکای اجاره‌ای، کسی که خب حالا یه اتاقش داده اجاره، این رو میدونیم بحثش اینه، ولی اگه هالیدی هوم هست چی؟ شما یه خونه دارین یه جا گرفتین و مخصوصا متاسفانه کسانی که توی سالهای اخیر توی جای خیلی دور شهرهای ماینینگ اومدن سرمایه گذاری کردن و یک شاید میشه که از بزرگترین اشتباهات زندگیشون انجام دادن و حالا اونجا اصلا اجاره نمیره خونه، یعنی اصلا کسی نیست که اونجا بره، پس الان عملا شما دارین اون رو به عنوان هالیدی هوم استفاده میکنید. متاسفانه هالیدی هوم قانونش این هست که شما باید حتما مشخص کنید چه موقع سال دارید میرید اونجا، یعنی که نمیتونید بگین که من اون موقعی که خودم میخوام، مثلا فرض کنید اگه شما یه پراپرتی دارین، ملکی دارین توی اسکی ریزورت از اونجا هست و شما فقط زمانی که سیزن هست برای برف باریدن میرید اونجا، خب طبیعتا اصلا بحث اسکی ریزورت اینه که افراد میرن برای اسکی که باید برف باشه. شما نمیتونیم بگیم من خودم تو اون دو سه ماه رو خودم استفاده میکنم، هالیدی هوم خودمه، ما بقیه سال میذارمش برای اجاره. کی حاضره توی گرمای 40 درجه پاشه بره تو اسکی ریزورت اونجا مثلا
چی رو ببینه غیر از اینکه چند تا کوه سنگی که هیچ چیزی روش نیست. به همین جهت کلا بحث این که اون پراپرتی حتی اگر هم قابل اجاره باشه، حتی هم اگر شما واقعا جنوینلی تبلیغش هم کرده باشید، اون عملا هالیدی هوم حساب میشه، ولی شما نمیتونید اون هزینه های دیگه مقابقه سال رو کلیم کنید. هالیدی هوم رو شما زمانی میتونید مقدارش رو کلیم کنید که بگین خیلی خوب من این ملک رو دارم، حالا لب دریاست، حالا هر جا، خب من تمام سال این رو گذاشتم که مثلا از تاریخ فلان تا فلان این قابل اجاره هست، ولی تو اون موقعی پیک سیزن ما یه هفتهش رو من خودم فقط میرم. شما نمیتونید بلاک کنین تمام سیزن رو که میخوان خودتون استفاده کنین. به همین جهت وقتی بحث هالیدی هوم پیش میاد دقت بیشتری داشته باشین، چون شما فقط پروپورشنی رو که اجاره دادید و درآمد گرفتین میتونین هزینه هاشو کلیم کنید. اگه شما توی یک سال فقط مثلا به مدت 2 ماه این هالیدی هوم رو اجاره دادید و کلا درآمدتون بوده مثلا 5000 تا ولی هزینه هاتون 15000 تاست، اون 15000 تا در سال رو شما باید بشکنین برای اون 2 ماهی که اجاره دادین و تو اون 2 ماه فقط همون مبلغ پورشن مربوط بهش رو قابل کلیم هست. به همین جهت این رو خیلی دقت کنید. سوال بعد این هست که کپیتال لاس و کپیتال گین خیلی خیلی مهمه. فرض کنید که شما سهام خریدید. سهام شما خب مسلما هر کس سهام می‌خره به این امید که یه روزی بره بالا. ولی متاسفانه مارکت برعکس انجام میشه و شما کلی از پولتون رو از دست میدین. هنوز که نفروختید سهامتون رو، حتی هنوز هم که نفروختید شما هیچی رو نمیتونید توی تکستون کلیم کنید، چون زمانی این مسائل تریگر میشه که عملا فروخته بشه، یعنی پول دست شما بیاد. به همون جور هم حتی اگر وقتی سی میره بالا در واقع ارزشش، شما لازم نیست توی تکستون در واقع اعلام بکنید که چقدر گین کردین، چقدر تا حالا سود کردین. فقط زمانی که خرید و فروش انجام میشه اون تریگر میشه و این بحث لاس یعنی ضرر و سود به وسط میاد. حالا فرض کنیم شما بیخیال شدین، گفتین نه دیگه من این همه ضرر کردم و ممکنه تازه مارکت بدتر از اینم بشه و این رو میفروشم. شما میفروشین، فرض کنین 10000 دلار ضرر کردین. متاسفانه شما نمیتونین 10000 دلار رو توی اظهارنامه مالیاتیتون ثبت کنین، چون این بهش میگن کپیتال لاس، یعنی نیچرش کپیتال بوده، یعنی ارزش کلیش اومده پایین. اون چیزی رو که میتونین تو تکس کلیم کنین درآمد منفی هست، نه لاس کلی. و به همین جهت ولی حسنش این هست که این کپیتال لاس میمونه، یعنی اینکه امسال شما 10000 تا ولی اعلام میکنید ولی هیچ گونه بنفیتی تأثیری نداره روی تکس شما. این 10000 تا میمونه، فقط به خاطر داشته باشید، چون من دیدم متاسفانه کسانی بودن که بعد از 2 سال 3 سال اون حالت احساس شرم و خجالت که چجور این پول رو از دست دادن باعث شده که اصلا اینو من بر میدارم از تکس ریترنم، این باعث عذابم هر بار اینو میبینم که. ولی نه، حتی اگه شده این رو 20 سال 30 سال نگه دارید، این هر سال این 10000 تا از این سال مالی میره به سال مالی بعد و سال مالی بعد. ولی نفعش چیه؟ این به نفع شماست که این میمونه اونجا و هر زمانی شما اومدین یه ملکی یا یک سهام دیگه یه چیزی رو گرفتین و فروختین و سود کردین، اون کپیتال گین هرچی رو که سود کردین، مثلا 50000 دلار شما سود کردید، اون سود این 10000 تای منفی از اون 50000 تا کم میشه. است. اونجاست که عملا این 10000 تا رو میتونین ابزورب کنین و بیارین توی بحث مالیاتتون. و عملا اون موقع رو فقط روی اون 40000 تای مابقی در واقع میان تکس میدین. به همین جهت حتی اگر هم یه اشتباهی انجام شده و یه ضرر کرده، خیلی نگران نباشید. بالاخره میتونین اینو یه جوری کلیمش کنین، ولی این رو فقط بر اساس کپیتال گین میتونین کلیمش کنید، نه بر اساس درآمدتون. این رو حتما به خاطر داشته باشید. نکته بعد برای اینوستمنت پراپرتی یا ملک این هست که حتما نباید اون ملک مسلما رزیدنشال باشه، یعنی ملکی باشه که افراد خودشون توش زندگی میکنن. حتی ملک تجاری رو هم شما میتونید کاملا همون قوانین رو که بحث کردیم تو کورسمون هم بود، همه اینا رو برش در واقع ادامه بدین.
ولی یه نکته دیگه اساسی این هست که از سال 2017 به این ور، ببخشید سال 2016، از اول جولای 2016 به این ور، متاسفانه نمیتونین کلیم کنین هزینه سفرتون رو به رفت آمدتون به محل در واقع اینوستینگ پراپرتیتون که بخواین اون رو چک کنید. احتمالا شنیدین که مثلا افرادی هستن که ملک دارن تو گولد کوست، دارن این شهر دارن اون شهر دارن و با اینکه هیچ وقت اونجا زندگی نکردن. یکی از دلایل کلی که قبلا این مسئله پیش می اومد این بود که افراد می اومدن تو این شهرهای اگزوتیک و که طبیعتا همه برای تفریح میرن، رفتن اونجا یه ملک سرمایه گذاری می خریدن که بتونن سال یه بار از این قانون تکس در استفاده کنن که برن به ملکشون سر بزنن و در این حال هم تفریحه، هم تو میتونن توی اظهارنامه مالیاتیشون اینا مطالبه کنن. ولی از جایی که اداره تکس خیلی خیلی زرنگتر از ما هست، اونا این رو کاملا پیدا کردن که چرا در نهایت این همه دارن میرن تو این جور شهرها خرید میکنن و به همین جهت این قانون رو اعمال کردن که از اول جولای 2016 شما نمیتونید هزینه سفرتون رو برای رفتن سر زدن به ملک سرمایه گذاریتون توی اظهارنامه مالیاتی مطالبه کنید. ولی اگر ملکی که دارید ملک تجاری هست، شما همچنان میتونین این رو انجام بدین. این فقط به عنوان یه پاورقی که اگر میخواین بکنید به اون قسمت رو هم یه توجهی داشته باشین، هرچند این قانون هم ممکنه برای این بیاد بعدها و متاسفانه هر زمانی بیاد کلن میاد بحث میشه برای همه است. این به این معنی نیست که چون قبلا خریده بودین پس این قانون براش شاملش نمیشه. ما خیلی چیزا رو داریم توی زبان خودمون که میگیم مثلا قانون عطف به ما سبق نمیشود، ولی متاسفانه در اینجا خیلی خیلی قوانین این رو شامل میشه. فقط دیسته کلیدی که از تاریخ فلان اینجوری هست، این بر اساس اون نوع پراپرتی. این رو هم در نظر داشته باشید. سوال بعدی این بود که خب چه چیزهایی رو میتونیم در ملک سرمایه گذاری ما در واقع کلیم کنیم؟ همچون که صحبتش رو کردیم، تو ملک سرمایه گذاری شما میتونید تقریبا همه هزینه ها رو مطالبه کنید، ولی عمر مفید اون اجناس خیلی مهمه. مثلا فرض کنید شما کارپت موکت 10 سال عمر مفید داره، شما میتونید پس چیزی رو که خریدین برای اساس 10 سال، تو عرض 10 سال این رو کلیم کنید. و به همین جهت ما ادوایس میکنیم که حتما وقتی ملک سرمایه گذاری دارید این سرویس رو انگیج کنید که بهش میگن کوانتیتی سرویر. کوانتیتی سرویرز هزینهش بین 600-700 دلار تا 1200-300 دلار بستگی داره با چه کمپانی پیش برین، و اینها قانونا اجازه اینو دارن و اون مهر اپرووال اداره مالیاتو دارن که میان خونه شما رو بررسی میکنن، از دستگیری در گرفته تا کرتنز تا تپ واتر همه رو نگاه میکنن و میبینن خب اینا کی عوض شده، چه تاریخ بوده، شما اگه اونرش بودین اون موقع نه، ولی اگر اولین اونر هم شما هستین پس همه اینا رو شما میتونید کلیم کنید و این اون موقع استهلاک فیتینگ رو اونجا براتون حساب میکنن و به شما یه شجل میدن بر اساس اون ریپورتی رو که آماده میکنن و اون هزینه کاملا تکس داکتیبله. اون تو اون ریپورت میاد مینویسید که مثلا تو این سال مالی شما اینقدر میتونید کلیم کنید، حداقل 2500 سه تا به بالا بنا به اینکه داره که چقدر اون ملک نو باشه و اجناسی که توش هست نو باشه، چون به همون نسبت عمر مفیدشون بیشتره و در واقع هزینه بیشتری هم برده. اون رو شجل میزن و شما دقیقا همون مبلغ رو وارد میکنین توی بحث ملک سرمایه گذاریتون که این جزو هزینه هاتون هست. این یکی از روش های دیگه که متاسفانه خیلی اینو ندیده میگیرن، در صورتی که میتونه حداقل 4-5000 دلار در سال به نفعشون باشه تو این بحث. و سوال آخر رو این هست که کسایی که خونه میخرن و میفروشن، شما اینو در نظر داشته باشید که وقتی که شما همین که میفروشین بحث کپیتال گینز تکس یا لاس به وجود میاد. برای همین اگر تو این فاصله خونه رو ارزشیابی کردین، دیدین ارزشش اومده پایین، بسیاری که داره کدوم شهر هستید، اصلا نگران نباشین و اینکه نمیتونین هم اون رو مبلغ رو بیاین توی بحث مالیاتیتون بذارید. به همین جهت اگر که مشکل کش فلو دارید، یعنی که نمیتونید هزینه ملک سرمایه گذاری رو مثلا پوشش بدید،
حالا شاید اجارتون رو به موقع دریافت نکردید یا خونه خالی مونده ولی هم شما همچنان هزینه های ملک رو دارید. و اگر که کارمند هستین یه پوان خیلی مناسبی رو اداره مالیات داده که شما یه فرم مخصوصی رو پر میکنید که همین الان تکستون بهتون برگرده، یعنی هر بار که حقوق میگیرید اگه 2 هفته یا ماهیانه همین الان این حساب کتابا تموم میشه و به شما اون مبلغ برمیگرده که میتونه کمک کنه به اینکه ملک سرمایه گذاریتون رو نگه دارید. برخندیدیم کسانی که به این خاطر فقط خواستن ملکشون رو بفروشن چون نمیتونستن ماهی 400-500 دلار اضافه تر بپردازن و تحمل و توان اینو نداشتن که صبر کنن سال مالی تموم بشه تا اون پول رو بذارن، با این کار عملا تونستن اون ملک رو نگه دارن و به سوددهی بیشتری برسن. همچنان که گفتیم سالها خیلی زیاد بود، ما بسیار کلی رو فقط اینجا تونستیم کاور کنیم. سوالاتتون رو حتما موز هم برای ما بفرستید، ما خوشحال میشیم در خدمتون باشیم و مجددا تشکر میکنم از تلویزیون گوناگون که این خدمات رو برای همه فارسی زبانان ارائه دادن. دوستان لطفا یادتون نره که اگر که دوست داشتین این ویدیو رو شیر کنید، لایک بزنید و کامنتاتون رو بذارین که اینجوری حداقل کاری که میتونیم بکنیم برای حمایت از تلویزیون گوناگون این هست که نشون بدیم چقدر این کار ایشون مفید برای همه هست. خوشحالیم با شما همراه باشیم تا جلسات بعد. خدا نگهدار، هر جا که هستید موفق و معید باشید.